تو آی او اس 18 ماشین حساب تغییرهای اساسی داشته. رو آیپدش که شاهکاره، با قلم میتونیم یه سری کارا رو بکنیم، اما رو آیفون هم تقریبا میتونیم 80% اون کارا رو انجام بدیم. میریم تو اپ ماشین حساب و با هم تغییرهاش رو ببینیم چیا بوده. اول از همه قبلا ما یه چیزی مینوشتیم، اینجوری که میکردیم حرکت به چپ و راست داشتیم پاک میشد، اما الان یه بک اسپیس اومده و اینجوری میتونیم پاک کنیم و کل ماجرا وقتی اون خط رو کامل پاک کردیم میتونیم پاک کنیم. پس این اینجا اضافه میشه. حالا یه چیز دیگه ای که اضافه شده بهش، مثلا 330، این پایین علامت ماشین حساب میبینی کنار صفر علامت ماشین حساب اومده و کانورت رو که میزنیم میتونیم اینو تنظیم کنیم. مثلا الان 330 متر بر ثانیه میشه 1188 کیلومتر در ساعت. حالا اینو میتونیم بیاریم به چیزهای مختلف، مثلا سلسیوس به فارنهایت، و همینجوری زنده داریم حساب میکنی همونجا زنده هم جوابشو میبینیم به یه چیز دیگه. حالا این ارز میشه باشه که البته ریالو با قیمت نمیدونم چی چی میزنه که زیاد عدداش اصلا ربطی به واقعیت ندارم، و مثلا رو ارزهای دیگه میشه استفاده کرد. روش میزنیم، میریم میگیم کارنسی USD به دلار GBP. مثلا 660 پوند میشه 837 دلار، ضرب در 2 1320 پوند میشه 1674.60 سنت. جدای این بحث کانورت، دو تا بخش دیگه هم اضافه شده. قبلا اینجوری بود که ماشین حسابو اینوری میکردیم یه سری ابزارا میومدین کنار، اما الان اونا نمیاد، همون ماشین حساب کلاسیکمونو داریم. میاییم اینجا ماشین حساب رو میزنیم و ساینتیفیک رو انتخاب میکنیم. اینجا همه اون ابزارها اضافه شده به ماشین حساب و اینوری هم میکنیم، شبیه ماشین حساب قدیم میشه. برمیگردونیم. خب اینم هیچی، کاری باش نداریم. میریم سراغ بخش سوم، مت نوت یا مف نوت، نوت های ریاضی. میاییم اینجا و اینجا در واقع داره یه جوره از اپ نوت استفاده میکنه، اما توی ماشین حسابی. میبینیم یه دونه جدیدش رو باز میکنیم و این علامت قلم رو میزنیم و مثلا میزنیم 2 7 13. یه خط که زیرش میکشیم جوابو به همون میده. خیلی بد خط نوشتم، رفت اون پایین و الان باگ داره این سیستم، درست نمیتونیم پایین و گوشه ها رو ببینیم. مثلا رادیکال قلم میزنیم، رادیکال 9. کوچیکش کرد شد 3. حالا همینجا میگیم رادیکال 9 به توان 2 شد 9. با دست میتونیم مثلا اونو بکشیم و جوابشو به همون میده. بعد هم یه قلمه میاد که کلا میتونیم دیلیتو بزنیم یه جا پاک شه. میتونیم جمعشو به جای اینکه عددا رو فرزیر هم بنویسیم، بنویسیم که این جمع یا تقسیم. مثلا 10 تقسیم بر 2 شد 5. حالا بر میگردیم اینو زنیم به علاوه 2، 12. اگه هیچی ننویسیم که جمعه، اگه بغل علامتشو بزنیم که همون کار انجام میده، مثلا میتونیم ضرب کنیم.
حالا اینو اگه خطی بنویسیم بیایم پایین، یعنی ردیفی همجوری بیایم پایین، یه خط پایینش میکشیم نتیجه رو بهمون میگه. اگه ردیفی بنویسیم جلوش هر وقت مساوی رو بذاریم اون موقع نتیجه رو بهمون میگه. معادله و اینجور چیزا میتونیم بنویسیم، حالا میتونیم با دست بنویسیم، میتونیم هم همینجوری مثلا 82 به علاوه 92 مساوی 340، اینجوری مساوی که میذاریم حساب میکنه. 50 ضرب در 2 به علاوه 20 120. حالا اینجا من اصلا مساوی هم نزدم، ولی خودش گرفت برنامه چیه. اگه ادامهشو بدیم ادامهشو میره، اگر هم یه اسپیس بذاریم به فاصله بذاریم که پیشنهاد میده میشه مساوی فلان، میتونیم هم مساوی خودمون بنویسیم که دیگه جوابو بده و میریم واسه بعد داستان. پس این ماشین حسابمون شد این سه بخش به علاوه اون کانورت که اومده پایین اضافه شده برای دو بخش بالاییش، برای اون نوتای ریاضی هم که هیچی. در کل iOS 18 هنوز خیلی باگ داره و پیشنهاد نمی کنم نصبش کنین، خیلی باگ های اذیت کننده داره. تو ویدیوهای بعدی راجبش حتما صحبت میکنم که چه باگایی داره و حتی همین ماشین حساب هم نمیتونیم تمام و کمال ازش استفاده کنیم، انقدر این وسط باگ و درد سر و این حرفا داره. واسه همین پیشنهاد میکنم صبر کنین تا نسخه اصلیش بیاد، یا حداقل صبر کنین یه چند وقت دیگه نسخه پابلیک بتاش میاد که خیلی استیبل تر از اینه و امکانات بیشتری هم داره نسبت به این نسخه اولی از iOS 18.